انسان در تولد اول یه احساسایی داره، احساسای حیوانی است. در تولد دوم احساسایی داره که احساسای انسانی است. و بهشت و جهنم از همینجا شروع میشه. از راه خلق و خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ تویی و هشت بهشت. اونقدر من آرزو دارم که مردم برن احساسای امیرالمومنین رو بخونن، احساسای امام صادق رو بخونن، احساسای پیغمبر رو بخونن. اونقدر گرسنه موند، زنهای پیغمبر، خانمهای پیغمبر به حالش گریه کردن. خزائن الارض کلیداش آورد جبرئیل، بازم گشنه موند، گشنه هم از دنیا رفت. از امام صادق سوال کردن چرا اینجوری گشنه موند، همه چیز که دستش بود. گفت برای اینکه در ادوار بعدی نگاه کرد که در ادوار بعدی بعضی از امت من میفتن به گرسنگی. من پدرم، ای بس که پدر سیر باشه امت گشنه باشه. پیشونی سازمان ملل بنویسید، کم است. بهشت، جهنم از همه جا شروع میشه. به تعبیر حافظ، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. هفت دوزخ تویی و هشت بهشت. هفت دوزخ اشاره است به لها سبعت و ابواب. جهنم هفت تا در داره. یه نکته بگم برای امروز بس. بفرمایید. چرا طواف هفت شد است؟ اون خط بحث کردن که مثلا هفت لطیفه ربانی داره انسانو، یا هفت شهر عشق و فلان و فلان و فلان. من خیلی ساده عرض میکنم. بفهم. برای اینکه در هر شوت یه در جهنم رو باید ببندی. یه در جهنم از چشم است. یه شوت ببندش. پیمان بستی با خدا، این چشم چشمی نباشه که در جهنم بشه. دهان، یه درش هم دهان هست. چه بخورم چه نخورم، این حلال است حرام است. زبان، چه چیزی رو صحبت بکنم صحبت نکنم. به پیغمبر ما عرض کردن یا رسول الله، با زبانم کسی میره جهنم؟ حضرت فرمود و هل یکب الناس علی وجوههم فی النار الا حصائد السنتهم. مگر با غیر زبانم میره انسان به جهنم؟ همین به رو انسان ها رو میریزه جهنم، با صورت. آره. وقت گوش در این درها رو میبندی و وقتی طواف رو تمام کردی استلام حجر میکنی. حجر دست خداست روی زمین، دست رو گذاشتی به دست خدا. اما یه جمله بگم، یه کتاب نوشته بشه کمه. در برابر حجر الاسود مستحب از حاجی بیسته بگد میساقی قد تعاهد دو، خدایا به پیمانم عمل کرد.